خیلی خوش آمدین هموطنای عزیز. راجع به زندگی نامه باراک اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا معلومات دریافت کردیم. امید از هموطنای عزیز ما یا کسانی که راجع معلومات نداشتن، انشالله که به معلوماتشون افزوده شده باشه. و حال هم مهماندار هستیم با آقای شمع‌روز خان مسجدی هستیم که ایشان سخنگوی وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان هستند. راجع به بلند رفتن عواید افغانستان نسبت به سالهای پار با ما صحبتای داشته باشند. اینکه مشاهده هستیم 15% نسبت به سالهای گذشته عواید افغانستان بلند رفته، حالا عوامل یا دلیل بلند رفتن این عواید در چی بوده از آقای مسجدی میشنویم. خیلی خوش آمدین، صبحتان بخیر. صبح شما بخیر، تشکر میکنم. سلامت باشین. بین بر ما از بلند رفتن عواید در افغانستان حالا که مشاهده هستیم که بلند رفته، اول عوامل که مشاهده بلند رفتن عواید در افغانستان هستیم اگر اشاره داشته باشین خیلی کوتاه. تشکر میکنم. مانند همه کشورهای دنیا افغانستان هم میخواهد که یک کشور مستقل از لحاظ سیاسی و اقتصادی باشه. بله. از لحاظ ساخت بودجوی تمام عواید ما از عواید داخلی باشه. بله. یکی از عواملی که از سال به سال دیگه ما عواید بالاتر و بهتر می داشته باشیم هم اراده سیاسی قوی حکومت است که در سطح بالا ازی صحبت می کنیم. وقتی که به مسائل تکنیکی می پردازیم، یک علت نیست، چندین علت باعث ازی می شده است که اگر از سال 1394 الی 1398 ببینیم، به طور میانگین ما از یک سال به سال دیگر عواید خود بین 10 الی 15 الی 20% افزایش دادیم. بله. علت اصلی اول از این است که ما در همکاری با سکتور خصوصی، با تجار ما، با مثلا متشبثین ما یک مکانیزم بسیار خوب هماهنگی و آگاهی آمر به میان آوردیم. مردم ما حال بیشتر به این درک هستند و میفهمند که چرا مالی خود به حکومت خود بده. به تمام ولایت های افغانستان ما هفته مالیات تجلیل میکنیم که مالیات را که ما از ملت خود میگیریم در کجا به مصرف میرسانیم. بله. مثلا وقتی ما به ولایت ها سفر میکنیم و مردم پروژه پیشنهاد میکنن که در قریه ما مکتب نیست مثلا، یا شفاخانه نیست، یا سرک نیست، امو نیازمندی های زیاره که ما برطرف میکنیم پولی است که اینا به طور مالیه به ما میده. بله. پس وقتی که آگاهی مردم زیاد میشن، اینا به مراجع مالیاتی میاین، مالیات خود به وقت پرداخت میکنه که باعث ازی میشه که مالیات ما بالاتر بره. بله، خیلی خوب. مسئله دومش هم تطبیق قانون است. بله. که حکومت به طور جدی با کسایی که فرار از مالیات میکنن برخورد میکنه. مسئله سومش هم مبارزه با فساد است. متاسفانه فساد یکی از بزرگترین ممانع تطبیق تمامی موارد انکشافی است. در بخش مالیات هم ما فساد داریم، ولی از اینکه مبارزه خوبتر میکنیم و همه روزه کوشش میکنیم که فساد از بین ببریم، باعث ازی میشه که آهسته آهسته عواید ما بالا. بله، اشاره بر این داشتین که بلند رفتن عواید در افغانستان برمیگرده یک قسمتش به اینکه حالا سیاسون افغانستان اراده داره یا سیاست افغانستان اراده داره. پیش از سالهای گذشته اراده نداشتن؟ خب من نمیفهمم، چون در سالهای گذشته من در حکومت نبودم و کار هم نمی کردم، ولی یک چیز واضح بود که با پول بسیار گزافی که به افغانستان آمد به یک نوع یک برداشت میان به حساب مو کسانی که در رأس حکومت بودی بود که شاید پول تو ادامه پیدا میکنه و از او پول وافره که به افغانستان آمد هیچ یک زیربنای درست قوی اقتصادی مانده نشد. اما بود زمانی که در سال 2009 به بعد وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان برآمدن شروع کردند و همراه خود پول را که به افغانستان می آوردن با خود بردن، افغانستان به یک بارگی تمام داشته های اقتصادی خود از دست داد و رشد اقتصادی افغانستان به صفر رسید که امروز ما نتایجش می بینیم که فقر به 50% بالا رفته و بیکاری به بالاتر از 40-45% شده. این کلش به این معنا را میده که ما در یک خواب بودیم که گویا بسیار پیسه های مفت به افغانستان میاد. بله. ضرورت نداریم که ما اساس مالیاتی خود درست کنیم، گمرکات خود درست کنیم، زیربنای اقتصادی خود درست کنیم، فابریکاجات بسازیم، سرک های خود بسازیم، راه های ترانزیتی و مواصلاتی خود درست کنیم. اگر به نظر شخصی ما و به نظر سخنگوی وزارت مالی، اگر ما این کارا را 10 سال و 9 سال و 8 سال و 18 سال پیش می کردیم، به مراتب بهتر از این حالت فعلی از لحاظ اقتصادی می بودیم و شاید امروز اگر 50% بودجه افغانستان از عواید داخلی ما پوره می کنیم، عالی با اگر پلان درستی می داشتیم و
مصرف درست می کردیم، شاید حالی می توانستیم که 100% از عواید بودجوی خود از عواید داخل خود. بله، آقای فرشاد، فرهنگ با خود داشتیم در برنامه و روی امی اهمیت مالیدهی مردم صحبت های داشتیم، گفتن که مردم یعنی مدعین خود ادا می کنن، مالیدهی می کنن، اما کسی نیست که برشان بگوید کمی پیسه یا مالیه را که اینا می تن اول از کردت موبایل یادواری داشتن، که کسی نیست پاسخ بگوید که امی پول را که حالا ما مالیه می تیم امی به کجا می ره، در کدام عرصه از این استفاده صورت می گیره. اگر به این نکته یک اشاره کوتاه داشته باشین. نه، من فکر کنم یا همه تلوی دهی درست نیست. من فکر می کنم این مسئله و قدر مسئله مشکلاتی نیست. اگر کوتاه‌ترین امو طریقی از این که مردم ما بفهمانی پول به کجا میره او سند بودجه ملی افغانستان است. شما وقتی که به سند بودجه ملی افغانستان که در تمام جای موجود است، در وبسایت های وزارت مالیه، در وبسایت های وزارت های دیگه موجود هستند، به دقت کامل دیده میتونین که پول را که ما از مالیات جمع آوری میکنیم و به کجا مصرف میشه. بله. یک چیز باید ما متوجه باشین، مثلا وقتی که ما عواید کردیت کارت های موبایل میگیریم، این به این معنا نیست که عواید کردیت کارت های موبایل ما در یک جای مشخص استفاده میکنیم، بنابراین به مردم باید بگیم ما در اینجا استفاده میکنیم. بله. پول تمامش جمع آوری میشه، در خزانه دولت میره، در بانک اکاونت دولت میره، از او به بعد در یک سال وقتی که بودجه ساخته میشه، پروژه ها ساخته میشه، بله. از امی پول سرجم در هر جای مصرف میشه. مثلا امیال شما فکر کنین ما در حدود 300 هزار معلم داریم، ماش از اینا از کجا داده میشه؟ از امی پولی هست که ما جمع آوری میکنیم. دقیقا. مثلا وقتی که شما به شفاخانه دولتی میرین، دکتر موجود است، کلینیک موجود است، ماش از این از کجا داده میشه؟ از امی پول داده میشه. مثلا مامورین دولت کسی، یعنی مثالای بسیار کوچکش بود. اگر به مثالای بزرگ بریم، مثلا وقتی که سرک ساخته میشه، شفاخانه ساخته میشه، مثلا پل و پلچک ساخته میشه، این کلش پول از امی ملت است که اگر اینطور ما بگیم که مثلا امروز معاش، امروز از معاش که خود که مثلا ماهانه ما چند هزار افغانی مالیه میتونم، ایر دقیق بر ما بگوین که چند هزار ما در کجا مصرف میشه، او طور مشخصاً پول کس مشخصاً در جای نمیره، اما سرجم از یک اکاونت به بودجه ملی مصرف میشه که او پروژه های بودجه ملی را هر وقت هر کس خواسته باشه در وبسایت وزارت مالیه موجود است، در کدام ولایت، کدام پروژه، توسط کدام نهاد تطبیق میشه، چقدر پول مصرف میشه، چقدر بودجهش مورد نیاز است. پس من فکر کنم از این لحاظ مردم ما تشویش نداره. دلیلی که یک قسمت از عواید خود هنوز ما جمع آوری کرده نمیتونیم، دلایل دیگری است. مثلا بی امنیتی، یه طور ولسوالی ها و جاهایی است که ما در اونجا دسترسی اصلا نداریم. بله. اونجا اصلا مالیات جمع آوری نمیشه. مسئله دومیشی است که یک تعداد از مردم ما متاسفانه، یک تعداد کمشان اصلا باور به پرداخت مالیه نداره. بله. اونا فقط به این خوبتر میفهمن که جمع کنن. بله. نه ای که دوباره یک قسمت از او را به دولت بتن، چون امی دولت است. درستی را باید قبول کنیم که خدمات دولت به او قسمی که معیاری باشه نیست، این را همه ما قبول داریم، از یکی از چشم پوشی کردن میتونه مشکلات موجود است، ولی به این معنا نیست که ما از قانون فرار کنیم. نپرداخت مالیات یک جرم قانونی است. دقیقا. جرم قانونی به این معنا که کسی اگر مالی خود پرداخت نمیکنه یک مجرم میشه و مجرم مجازاتش در قانون واضح است. و در عین حال اکثریت مردم ما وقتی که ما امرایشان کار میکنیم، آگاهی آمه را برشان میتیم در مورد پرداخت مالیات کار میکنیم، واقعا از سال به سال دیگر مردم ما زیادتر علاقه به این میگیرن که مالیات خود پرداخت کنه. پس از مردم خود، از سکتور خصوصی خود متشکر هستیم و او کسایی که به حساب آگاهانه فرار از مالیات میکنه و مواردی هستن که باید امرایشان مطابق به قانون برخورد بسیار جدی صورت. بله. و شهروندای یک کشورم خیلی میتون نقش داشته باشه در تمام از عرصه ها. خب حالا ببین، اگر راجع به آمار عواید در افغانستان صحبت بکنیم، از سال 96 97 چگونه بود اگر آمار دقیق شده داشته باشیم؟ در سال 1396 ما در حدود 169 میلیارد افغانی عواید داشتیم. بله. هدفی که ما در سند بودجه ملی در اون سال داشتیم 155 میلیارد بود. وقتی ما به 169 میلیارد دوایی کردیم، یکی از هدفی که برای ما داده شده بود در حدود 12-13 میلیارد اضافه جمع آوری کردیم. آمدیم به سال 1397، هدف ما در حدود 160 میلیارد افغانی بود، ولی جمع آوری ما 189 میلیارد افغانی بود. یعنی نظر به سال 1396 ما در حدود 17 میلیارد افغانی اضافه جمع آوری کردیم. و فعلا که ما در سال مالی 1398 قرار داریم که هنوز یک ماه و دو ماه از این سال مانده، ما در حدود 125 میلیارد افغانی را جمع آوری کردیم
که اگر عین وقت ما در سال گذشته ببینیم در حدود 15% ما زیادتر جمع‌آوری کردیم. این عواید ما از چین ما از چند منبع مختلف میآید. بله. بزرگترین قسمت از این را که به یگانگی خود تمویل میکنه او گمرکات است که از تعرفه هایی که بالای اموال وارداتی میآید از او جمع‌آوری میشه. بعد از اون ما مستوفیت های ولایات داریم که از مالیه دهنده ولایت ما جمع‌آوری میشه. بعد از اون ما مالیه نیست ولی فیس حکومتی است. مثلا شما وقتی که میریم به معارف سرتیفیکیت مکتبتون یا با تحصیلات المپانتون 100-200 افغانی که پرداخت میکنین یا یک کسی میره نکاح خط میگیره در برابرش فیس پرداخت بله. میکنه. این منبع سوم کلان ماست و در قدم چهارم هم مالیه دهندگان کوچک و بزرگ و متوسط کابل است که در کل اینمی عواید داخلی افغانستان است و در حالت فعلی ما در یک حالت امیدوار کننده هستیم که اگر با ختم سال ما بتانیم نظر به سال گذشته با 1% بلند عواید جمع آوری کنیم. بله، به عنوان آخرین سوال بر ما بگوین اگر امی قسم ادامه داشته باشه به نظر شما چند فیصد دیگر عواید افغانستان بلند خواهد رفت؟ فعلا ما در 125 هستیم. هدف ما در سند بودجه ملی افغانستان 180 میلیارد افغانی است. پس ما باید 180 خوب پوری پوره کنیم. بله. او اصلا شک باید وجود نداشته باشه چون او ضرورت بودجه ملی است. اگر او را نداشته باشیم ما مشکلات بودجهی رو برو میشیم. ولی پلان ما این است که ما باید بالاتر از او بریم. مثل سالهای گذشته هر بار از هدفی که ما تعیین میکنیم به خود باید از او 15 10 12 9 میلیارد اضافه بریم. پس در آخر سال اگر ما و شما دوباره هم کلام شدیم ان شاء الله من مطمئن هستم که از 180 بالاتر رو در حدود 190 195 الی 200 میلیارد افغانی هم ما کوشش میکنیم که عواید خود داشته باشیم. سلامت زنده باشین، حتما شما رو در برنامه های آینده با خود می داشته باشیم. سلامت زنده باشین. هموطنان عزیز، برنامه ما همچنان ادامه داره. حالا میریم سراغ بخش پیام خانه. پیامی که از سوی شما خوبان دریافت کردیم همکارم به خانش میگیره.